دوستان گرامی سلام، در این ویدیو برای شما یاد میدیم که چگونه نتیجه لاتری گرین کارت خود را خود شما چک بکنید. در وبسایت اصلی بیاید davyprogram.state.gov، این صفحه برای شما باز میشه، روی گزینه چک استیتس کلیک کنید. یک صفحه بعدی برای شما باز میشه، روی گزینه کانتینیو بزنید. یک صفحه بعدی برای شما باز میشه که در اونجا کانفرمیشن نمبر خود بزنید، تخلص خود نوشته کنید، تاریخ تولد خود نوشته کنید. کانفرمیشن نمبر دوستای گرامی همو ورقی است که شما در زمان ثبت نام به دست آورده بودین. این یک ورق بود که در اینجا کانفرمیشن نمبر است، نام و تخلص و تاریخ تولد شما هست. مثلا من در اینجا کانفرمیشن نمبر داشتم، از اینجا کپی گرفته در اینجا آوردم پیست کردم. خب کانفرمیشن نمبر، تخلص، تاریخ تولد و در قسمت پایین اینی کد شما باید نوشته کنید، روی گزینه سابمیت بزنید. یک صفحه بعدی برای شما ظاهر میشه، اگر قسمی بود این نشان میده که has not been selected، انتخاب نشدید و برنده نشدین، و میگه که شما چک کنید که معلومات را که نوشته کردین درست بوده، یعنی این رو بفهمین که بجای او صفر اینا اشتباه نیامده باشه. اگر یک صفحه ظاهر شد برنده نشدین، اما اینی یک صفحه اگر برای شما ظاهر شد خبر خوش هست و شما برنده شدین، که مثلا در اینجا است لوگوی دولت آمریکا هست، در اینجا تاریخی که این نامه نتیجه لاتری اعلان شده و در اینجا عنوانی شما هست، تاریخ، آدرس و مشخصات شما، جراقای فلانی در اینجا گفته که شما بر اساس انتخاب تصادفی برنده لاتری گرین کارت آمریکا شدین، فرم S260 شما خانه پوری کنید، در اینجا لینک های موجود است که شما چه قسم مراحل بعدی رو پیش ببرید، ایمیل آدرس کنتاکی سنتر مربوط لاتری هم در اینجا موجود است، اگر شما سوالی داشته باشین میتونید با اونو مطرح کنید. در اینجا یک چیز دیگه هم گفته شده که درسته که شما برنده لاتری شدین، ولی گاهی وقت ممکن است که تعداد ویزا کم باشه و ویزا کم بوتی کنه، بناهن ای برنده شدن شما به ایمان نیست که حتما شما وارد آمریکا میشن. خب به هر حال در قسمت آخر صفحه کس نمبر شما هست، در اینجا هست و نام شما هست که نو ویزا هست و در کجا آدرس شما هست. گفتیم که اگر تو یک صفحه برای شما ظاهر شد برنده شدید. بسیاری از دوستای ما شکایت کردن که ما کانفرمیشن نمبر خود را فراموش کردیم و نمیفهم چه قسم لاتری خود را چک بکنیم. بسیار ساده و آسان است. وبسایت اصلی را باز کنید، davyprogram.state.gov، این یک صفحه برای شما ظاهر میشه، روی گزینه چک استاتوس کلیک کنید. یک صفحه بعدی برای شما ظاهر میشه، روی گزینه کانتینیو بزنید. صفحه بعدی برای شما همون چیز قبلی هست، شما کانفرمیشن نمبر را ندارید، اینجا فراموش کردین، روی گزینه فورگت کانفرمیشن نمبر بزنید. این یک صفحه بعدی برای شما ظاهر میشه که کانفرمیشن نمبر کدام سال شما گم کردین، 2024 یا 2023، قطعا 2024. در اینجا شما تخلص خود نوشته کنید، نام خود نوشته کنید، میدل نیم اگر داشتین خوب، اگر نداشتین را غیر فعال بسازید، تاریخ تولد خود نوشته کنید، در کدام ماه، در کدام روز، در کدام سال، ایمیل آدرس خود نوشته کنید، کد بزنید و روی گزینه سابمیت کلیک کنید. یعنی تاریخ تولد دوستای گرامی بر اساس، اگر پاسپورت دارین بر اساس پاسپورت نوشته کنید و اگر تذکره برقی دارین بر اساس تذکره برقی نوشته کنید. این تاریخ باید به با انگلیسی باشه، خب به با میلادی باشه. روی گزینه سابمیت بزنید، اما این تک صفحه بر شما ظاهر میشه، یعنی اما سیستم برای شما نشان میده که اینی کانفرمیشن نمبر شما، اینی تخلص شما، اینی تاریخ تولد شما، اینی کد خود باز بزن در اینجا N-8-A-A-W بزن، باز ببین که نتیجه شما چی هست. نتیجه نشان میده که مثلا یا برنده شده یا برنده نشده، فعلا اینجا نشان میده که برنده نشده. اگر اینی تو یک صفحه ظاهر شد قطعا که برنده شده. اینی بود اگر روش ساده که خواستم برای شما یاد بدم که شما میتونید نتیجه خود چک بکنید، روی گزینه کانتینیو بزنید، در اینجا مشخصات خود کانفرمیشن نمبر، تخلص، تاریخ تولد و کد بزنید. ممکن است که به یک شما برنده نشدین، یا یکی ممکن است یک صفحه ظاهر شد که برنده شدین، یا اگر معلومات خود فراموش کرده بودین میتونید که دوباره به سایت اصلی بیاین، روی گزینه چک استاتوس کلیک کنید، روی گزینه کانتینیو بزنید و در اینجا روی گزینه فورگت کانفرمیشن نمبر بزنید و در اینجا میتونستید که تخلص خود، نام خود، میدل نیم خود اگر داشتین خوب، اگر نداشتین، تاریخ تولد کدام ماه، کدام روز، کدام سال، ایمیل آدرس خود و اینی عدد بزنید در اینجا، اینی کد و روی گزینه سابمیت بزنید. باز صفحه بعدی برای شما نشان میده که مشخصات شما فلانی هست، بعد شما میزنید که نتیجه شما چی هست.